تمرین های فیزیکی و تقلا برای ترک اعتیاد، دردی که سالهاست دامنگیرشان شده است. این مردان غوری در شفاخانه بستر ترک اعتیاد در شهر فیروزکو زیر درمان هستند. در این میان احمد 32 ساله بیش از 15 سال می شود که معتاد است. او تازه از سوی نیروهای طالبان برای درمان آورده شده است. ما چند شب نظارت خانم بودیم سه بسیار لطفی زیاد همان کردن طالبا. خب ما قلبت بعدی خدا رفته بودیم. خب همان خواسته بودیم. از اول نصیب ما هم طوری بوده. اینا تصمیم دارن که این فروشدار ردش رو گم کنن. بری گم نمیشه. اینا به یکی میتینن به یکی نمیتینن. مقام های طالبان در غور اما حاضر نشدند درباره ادعای بدرفتاری با معتادان چیزی بگویند. در همین حال شمار از افراد معتاد به مواد مخدر میگویند که به دلیل فشارهای طالبان و کمبود مواد مخدر تصمیم گرفتند تا اعتیاد را ترک کنند. مواد پودر استفاده میکردن. بعد از پودر دیدم میبرد اسلامی که آمده دیده چیزم که به خانه داشتم میگویم خرج کردم به دستم رفته. بس از قوم و اخواره با اینام مطبعات قطعال رو گردان شدم طالبا. بغیر برادرها دیگه کسی اینجا ملاقات ما نمیده. مسئولان مرکز ترک اعتیاد غور میگویند شمار افرادی که یا خود تصمیم به ترک اعتیاد گرفتند و یا هم توسط طالبان اینجا آورده شدند افزایش یافته است، اما امکانات در این مرکز بستری ویژه مردان اندک است. شفاخانه فعال است ولی در به صورت کل در ولایت غور یک مرکز بستر همیشه کم بوده و ما این بارها گفتیم. بر بنیاد آمار احصایی ملی در حکومت پیشین در سال 1398 هجری خورشیدی غور با بیش از 751 هزار نفر یکی از ولایت‌های مرکزی در افغانستان است. آمار رسمی از شمار زنان و مردان معتاد در این ولایت در دست نیست، اما مقام‌های حکومت پیشین افغانستان گفته بودند که ده ها هزار نفر در این ولایت از مواد مخدر استفاده می‌کنند.